اوکی. دوستان مطمئن باشید که من اگر باز پخش بکنیم این چیزهای شخصی خصوصی این چیزها رو بازتاب نمیدیم، فقط اون جنبه های مربوط به هنر عکاسی و این داستان ها رو سعی میکنیم فقط پخش بشه. ببخشید ادامه بده، خیلی نه معذرت بله، میخوام. من بچه بودم، سفری رفته بودم شمال، یه جایی بود حالا اسمش یادم رفته، جنگلی بود و بعد جاده بود، بعد میرفت لب دریا، بعد من همجوری که داشتم جاده رد کردم میرفتم به طرف دریا، یه خانم و آقای مثلا 40-50 ساله‌ای به نظر میاد آمریکایی باشن ولی مطمئن نیستم، این آقای بلافاصله دو تا سنگ پیدا کرد و گذاشت بغل هم و یه گل خارداری یه چیزی هم پیدا کرد و لای این دوتا سنگ ها یه جوری جا داد و بعد ازش عکس گرفت و اون شاید هنوز بعد از مثلا داره بفرمایین 60 سال الان که صحبت شد یادم افتادم که اون یه زمانی بود که تو فکرم بود و بعدا شاید باعث شد که منم یه علاقه ای به این به وجود آوردن یک به اصطلاح ستینگی که بشه عکس بگیری اینا و بعدا علاقه من شدم، شاید شروعش اون دیدن اون صحنه ای که این بود چه سرعت و سلیقه ای این صحنه رو درست کرد و با دوربینش عکس گرفت برای من جالب. بله، من فکر کنم که یک همه رو اگر بخوایم علایقشون رو در ارتباط با عکاسی سوال کنیم یه چیز مشترک پیدا میکنیم و اونم دنبال شکار زیبایی هاست، منتها زیبایی به تعریف خیلی عامی هست، هر چیزی که جالب توجه برای کسی هست اون جنبه های احساسی عاطفیش به هنر به یه نوعی به هنر وصل میشه، لزوما هم ممکنه با هدف آدم این کار رو نکنه ولی هم که دنبال یه چیزایی هستش که در نهایت شاید بگیم کشف زیبایی هاست و بیان زیبایی ها یا اکسپریشن زیبایی، حالا لزوما زیبایی به معنای زیبا بودن نیست، زیبا با تعاریف معمولی، هر چیزی رو که از طریق احساس جالب و توجه باشه ما زیبا بیان میکنیم، حتی اگر بیان زشتی باشه این خود این بیان یه جنبه زیبایی شناسی داره. حالا من فکر کنم که شاید این یه نکته مشترکی باشه برای همه کسایی که جلب میشن به سمت عکاسی به عنوان من فکر میکنم بیشتر از زیبایی هدف thought provoking، یعنی شما یه عکسی میگیرین حالا ممکنه گل یا زنبور یا پر یا باترفلای یا ابر یا حالا ساختمون یا هرچی، شما میخواین در کسی که اینو نگاه میکنه مثل دوست ما جناب آقا رضا که میفهمدن ما مثلا عکس این برج ایفل رو به این جهت به این سب گرفتن، خب میخوان یک شخصی که تماشا میکنه مجبور بکنین که یه ذره متفاوت فکر کنه و همین شما صاف بایستین یه عکس برج ایفل رو بگیرین که خب حالا هزار تا عکسش رو همه دیدن، ولی وقتی که شما زحمتی میکشین و با یه زاویه به خصوصی میگیرین فکر کنم هدف این هستش که بیننده رو ببرین توی یک لااقل برای چند لحظه ای توی دنیای دیگه ای و برای همین یه مقدار آدم سعی میکنه سلیقه هایی در گرفتن عکس به کار ببره. این تصور منه. بله. من میتونم یه چیز بگم اضافه کنم بله رضا جون بفرمایید. در مورد اینکه حالا اون موردی که شما فرمودین، من خودم شخصا با گرفتن عکسی که بخوام با صحنه ساختن بخوام بگیرم اینا زیاد چیز نیستم، موافق نیستم. من یعنی عکس رو من سعی میکنم که هرچی طبیعی تر باشه
بیشتر میپسندم، یعنی اون لحظه ای هستش که واقعا اون اتفاق به همون شکلش به همون صورت داره اتفاق میفته، وگرنه عکس حالا بخوایم که صحنه سازی بکنیم و اینها زیاد به نظر من، یعنی حداقل من عکاس خودم میدونم که ساختگیه، یعنی این من طبیعت رو بیشتر دوست دارم، اون چیزی که واقعا اتفاق میفته، اون چیزی که در جریانه، این چیز زندگی رو، من خود زندگی رو بیشتر دوست دارم. یعنی اگه کسی داره با بچه ای رد میشه، اون صحبتی که فرمودین که افرادی بودن داشتن رد میشدن، اینا اون صحنه رو شما ضبط کردین تا اینکه بگین که آقا یه جوون بیاد، یه پیر بیاد، یه دونه نه میانسال بیاد اینجا وایسین، اینها من این عکس رو بگیرم با این دید که چیز بخواد باشه. یعنی به نظر من اون لحظه ها رو وقتی که آدم تو ذهن خودش میبینه و دست به دوربین هست، حالا که دست به تلفن دیگه، تلفن میگن یه عضو بدنه که خارج از بدن این روزا و اینکه همیشه باهاتون هستین که نیست که دیگه ندارین، همیشه میشه بلافاصله گرفت و خیلی هم سادهش کردن که دیگه اصلا خاموش باشه هم بزنین کنار، راحت دوربین بلافاصله باز میشه، سرعت میشه اون لحظه رو ثبت کرد. ثبت لحظه هایی رو که واقعا طبیعی هستن و اون چیزی رو که آدم خودش میبینه و یک لحظه میبینه اونو آدم ماندگار بکنه یا اینکه شیر بکنه با چند تای دیگه یا نگهش داره، این فکر میکنم بر خود من خیلی لذت بخشه این چیز، تا اینکه بخواد بچینم و بخوام که سناریو بذارم ازش عکس بگیرم و اینا، زیاد چیز نیست. خیلی خوب، یعنی بیشتر منظورتون ثبت وقایع هست یا ثبت ثبت اون چیزی که در جریانه، زندگی که در زندگی؟ جریانه، نه اون چیزی رو که دوست دارم باشه یا اونجوری که میخوام باشه یا اینکه یه خورده متفاوت باشه. البته خب از هنر عکاسی، از تکنیک ها و فلان اینا میشه استفاده کرد که همون موقع که داری عکس رو میگیری مثلا بعد عکس رو در نظر بگیری، اینا چیزای دیگه کناری هستش، ولی اساسش، اصلش همون چیزیه که اتفاق میفته، همون چیزی که در جریان، همون چیزی که هست. بله بله، خب این یه نگاه دیگه، نگاه های مختلف ممکنه باشه. مثلا فرض کنید دوربین عکاسی رو با دوربین فیلم، خیلی خوب، فرقشون چیه؟ هر دو در واقع از واقعیت بیرون ثبت کردنه دیگه، درسته؟ بین این دو بله. تا تفاوتی هست، یعنی فرق عکاسی با فیلم چیه؟ سوالتون از منه؟ بله بله، من میگم خودم، خب چون فیلم برداری هم زیاد کردم، 20 سال اینطورا فیلم بردار بودم، کار اصلی تونه حرفم و اینها، فیلم برداری به طور کلی وقتی که دوربین فیلم برداری دست من هست دنبال فیلم گرفتن هستم، ولی هیچ وقت با دوربین عکاسی من راه نمیافتم تو خیابون که بخوام حالا دنبال صحنه ها و لحظه ها بخوام بگردم. یعنی در حقیقت اون چیزی که شما قبلا هم بهش اشاره کردید، وقتی که یک سوژه هست، یه مطلبی هست، بعد اون وقت آدم میره برای اینکه از اون جریان بخواد که فیلم برداری بکنه، یعنی بیشتر از پیش تعیین شده است تقریبا فیلم برداری برای من تا عکاسی. عکاسی همون لحظه بر من اتفاق میفته، همون صحنه ای که میبینم میگم اینو الان باید بگیرم، این الان باید عکسش بگیرم. مثلا یه پرنده ای داشت غذا میخورد، همونی در اومد که واقعا اون عکس های پشت سر هم، اینکه اون غذا رو برداشته روی زبونشه و اون لندن بریج افتاده و فلان، اینها که اون لحظه چیز شد که ثبت شد اون لحظه، ولی کار کردیم به خاطر همین کانتینیوس عکس گرفتم بود که حالا من 4-5 تا عکس پشت سر هم دیگه گرفتم. ولی دوربین فیلم برداری خب سوژه میخواد، بعد از اون یعنی به یک صحنه ختم نمیشه، شما باید داستانی رو بخوای دنبال بکنی باش، مگر اینکه از فریم های اون فیلمی که گرفتین بخواین که بعدا به عنوان عکس تکیه استفاده بکنید.
اون شکل دیگه یک چیز هست. خب رضا جون، یه بحث مطرح میشه که البته من خودم هیچ چیزی ندارم، که فقط سواله و اون اینه که ثبت واقعیت خب توش چه خلاقیت وجود داره؟ فقط شما چی کار میکنی؟ اون چیزی که جلوی دوربین هست رو منتقل میکنی، اون چیزی رو که دیدی همونطور که هست میخوای منتقل کنی. آیا ورای این عکاسی کار دیگه هم میتونه انجام بده؟ هدف دیگه هم میتونه داشته باشه؟ سوال خیلی سختیه، من الان من جوابی نه. یه نمونه بیارم. ببینید، چشم ما در واقع هنری که مربوط میشه به چشم ما، یکیش عکاسیه که با چشم سر کار داره، با دیدن سر کار داره. خیلی خوب. خب این در فیلم برداری هست دیگه، نمیدونم در عکاسی هست، ولیکن شما میبینید که اون چیزی که با دیدن سر کار داره ورای دوربین وجود داره. مثلا همون چیزی که مثال زدین، شما گفتین که از پایین از برج ایفل از زوایای نامتعارف عکس گرفتین گذاشتین اونجا، بعد یه کسی برمیگرده میگه آخه این منظور چیه؟ خب اینجا شاید منظور شما اصلا این نبوده که برج ایفل داری نشون میدی، بلکه یه روابط بصری خاصی جذبت کرده. خیلی خوب، که هیچ موضوعی رو ممکنه در بر نگیره، ولی جذابیتش به خاطر اون عناصر تصویریه که مثلا یه شما بازی با عناصره، مثلا بزرگ کوچیکیه، سیاه‌سفیدیه، رنگیه، خیلی چیزا عناصری که به چشم مربوط هست و عکاسی هم داره ثبت میکنه. بعد برمیگرده به شما که چقدر از اون اینفورمیشن رو نه به خاطر بازنمایی اون چیزی که درست جلوی ماست، بلکه یک چیزی که تو ذهنت میگذره از اون زاویه نگاه میکنی که کسی دیگه اصلا ممکنه نتونه نگاه کنه، و شما یه زاویه رو میکشی بیرون برای جذابه که عکس گرفتیم، وگرنه که چرا بگیریم؟ اگه نه میگیم مثل اون آقا میگیم آخه این چیه، این چند تا مثلث تو هم رفته و نمیدونم فلان، اینجوری نگاه میکنه. در حالی که خیلی از در واقع در عکاسی شاید چی میگن نورمال یا نچرالیستی، خیلی خوب این دید شما تعریف اونه، ولیکن دوره های مختلف هنری عکاسی هم متحول شده. اصلا اپرسیونیسم اومد، نمیدونم اکسپرسیونیسم اومد، هر کدوم از اینا بخش های از واقعیت بصری رو با یه دیدی خاصی منعکس کردن. در عکاسی هم فکر کنم این مسئله صادق هست، یعنی بعضی هستن پست مدرن هستن در از طریق عکاسی میان اون چیزهایی رو که روابط تصویریه که اصلا هیچ موضوعی نداره، به هیچ موضوعی هم وابسته نیست، بلکه زیباست از لحاظ چی؟ اون تناسبات و تعادل و همه اون چی میگن دستور زبان اون هنر، چون هر هنری اگر الفبا داشته باشه یه گرامر هم داره. اون در مورد عکاسی هم فکر میکنم اون الفبای نور، تاریکی، شکل، نمیدونم تمام اون چیزهایی که برای طراحی و نقاشی و اینا هست در عکاسی هم هست. حالا یه عکاسی میاد از وسیلهش استفاده میکنه و میخواد اکتشافاتی بکنه، بیانی تصویری بکنه بدون اینکه داستانی بخواد بگه یا داستانی رو تعریف کنه. حالا من منظورم به عنوان یه دید غیر از اون دید ناتورالیستی اینو عرض کردم. نظر شما در این
زمینه در این باره چیه؟ چون من خودم عکاس چیزی نیستم، عکس میگیرم ولی عکاس حرفه‌ای نیستم. اگرم استفاده میکنم برای این نقاشیم استفاده میکنم، مثلا میگیرم بعد یه جوری تغییر میدم، یه کاری روش میکنم اینا، اون دیگه البته عکاسی نیست میدونم، ولی که من این زاویه رو فقط از این لحاظ مطرح کردم که این بحث باز بشه اگر دوستان نظری داریم. این صدا رو دارید؟ بله بله بله. خب حالا از طریق آیفون با تو از طریق آیفون شد؟ بله، این خودش اتوماتیک قطع شد و از طریق لپتاپ که نمیتونم صحبت کنم، حالا از طریق آیفون. باشه عزیزم، باشه، خوب شد که از دو زاویه خوب داریم، خیلی خوبه. آره آره هر دوتاش بحث هستیم. آقای نظری من پیام دادم و یکی دو تا دوستای دیگه که بیان و کسی نیمه و گفتن که میان حتما، حالا نمیدونم شده بیزدی جنابالی در مورد عکاسی. بله بله، میخوام به کسی حالا یک کمی که تجربه عکاسی شاید 47-8 سالی از زمانی که دوربینا اتوماتیک نبود و همه مکانیکال بود، به هر کسی که میخوام عکاسی یاد بدم اول قلم کاغذ رو بر میدارم برج ایفل رو میکشم، میگم ببین اگه شما میخوای با برج ایفل عکس بگیری نرو دو قدم میش وایستا، نصفی از آسفالت های رو زمین بگیر، نصفی هم دو تا از آهنی که معلوم نیستی کار ساختمانی پل چیه جریانه، اینقدر باید بری عقب، بری 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 عقب که تمام این برج دیده بشه، بعد مثلا خودت و نیمتنه صورت تا مثلا گوشه ای قرار بدی که پل دیده بشه. مثال خیلی خوبی بود. مثال دیگه ای که دوست گرامی زدن که آقای جمال تشبردن صحبت یه میخ بود، آقا بدن آقا آدم میخ میخواد عکس بگیره رو زمین. یه دفعه من با خودم فکر کردم که خب این میخ امکان داره فجایعی رخ بده با این میخ، کف آسفالت افتاده میره تو ماشین لاستیک ماشین یه نفر، لاستیک موتورسیکلت به پای یه نفر. چقدر جالب که مثلا این توضیح داده عکس‌های مختلف، حالا خیلی دیتیل نشون بدیم اون میخ رو چه فجایعی امکان داره همین میخ کوچولو به بار بیاره. ولی همونطور که دوستان فهم ببرم، من که از اون موقع آدیو نداشتم، باید چشم هنربین داشت، باید که هنر رو آدم ببینه بتونه. همینطور که فرمودن هزاران عکس میشه از گوشه و کنار این برج ایفل عکس گرفت، چقدر زیبا چه چیزایی فرمودن، من درک کردم چی دارن میگن. من متاسفانه نرفتم پاریس که بتونم عکس بگیرم، ولی خب هنر و چشم هنربین باش که تمام دوستان میمدن امشب بیشتر صحبت، امشب بیشتر صحبت. حالا من تا دوستای دیگه اگر بیان اینا، من برم توی تلگرام اون عکسایی رو که دوستان گذاشتن اونجا شروع کنیم یه مقداری، چون دفعه قبلم ما کارهای بعضی از دوستان رو از طریق همون تلگرام رفتیم آوردیم روش صحبت کردیم. ما میریم اونجا، چون شما الان حاضر اینجا هستین. اولا رضا جون دو تا کار امروز گذاشتن، کارهای شما جدید نمیدونم چیزی گذاشتین یا نه، میخوام روی کاراتون صحبت کنیم اگه موافق باشیم. من حتما. اوکی اوکی، من برم توی شیرینگ و قبل که شما مشغول این عکس ها بذارید بکنید، آقای علایاری خواهش میکنم بفرماید که ایشون شغلشون چی هست، چون یه چیزایی فرمودن من حقیقتا من الان بازنشسته محترم من الان شغلی ندارم. از دو تا محترم شغلم الان نوه داریه فقط.
بیشتر به کارهای خانوادگی نمیره. ولی در بله گذشته فیلمبردار بودم و آخرین کاری که کردم هم یه مستندی بود که پارسال درست کردم از پناهجوهایی که توی دانمارک هستن. سال گذشته یک مستند 2-3 ساعته درست کردم برای یکی از این بنیادهای نان پروفیت که چیز بکنن. این آخرین کارم بود بعد از بازنشستگی و بعد از اونم فعلا همینجوری میچرخیم تا اینکه سوژه مطلبی چیزی پیش بیاد و بعد پس دنبالش میکنیم. باید تجارب زیادی با دوربین های 16 میلیمتری و دوربین های 8 و 10 14 باید داشته باشید دیگه. من 16 میلیمتری رو کار نکردم ولی 8 میلیمتری رو چرا اون موقع که چیز بودم، ولی دیگه بعدش توی آمریکا که اومدیم دیگه با این دوربین های دیجیتال اینا شروع کردیم کار کردن و بیشترم فیلم برداری بود که دیگه روی دیگه مینی دیوی و اینها خوب کار میکردیم و با مینی دیوی و بعدم که رفت روی هارد درایو و دیگه این اواخر با اینا کار میکردیم و کلا این عکس ها که حالا اون که گذاشتیم که رضا جون خواهم اول از شما شروع کنیم. مرسی که حالا عکس منو گذاشتین. من این عکس ها همینجوری دوتا رو داشتم میگم واسه اون دوستم چیز میکردم، بعد دیدم که عکس ها به نظرم جالب اومد برای خود شما شخصی فرستادم. حالا شما لطف کردید که اینجا هم گذاشتینش، توی آلبوم ها گذاشتینش. این عکس اول که توضیح خیلی مختصری دادم پل لندن بریج که توی زمینه عکس دیده میشه و یه پرنده بود که اونجا میمت، هرکی ساندویچ چیزی میخورد اینا مرتب ازشون غذا میخورد و من اونجا عکسی که گرفتم برای خود من جالبش این هستش که نه تنها اون پس زمینه لندن بریج اینا هست، گرسنگی این پرنده و اون لحظه ای که درست غذا روی زبونشه که میخواد قورت بده اون ثبت شده، بر من خیلی خودم جالب بود. عکس دومی که اون پایینیه که چیز هست، این توی لندن توریست هایی که میان همه معمولا میرن با این بوت های کیوسک تلفن چیز وامیستن توش عکس میگیرن، بغلش وامیستن فیگور میگیرن و اینها، و خب این دیگه آیکون معمولی شده، یعنی هر کسی که میره اونجا اینا رو میگیره یا تو جاسویچی یا اینا مون فقط اون بوتا و اینا هست. ولی این چیزی که من دیدم جالب بود، این مجسمه ای که بود و اون سری چیزایی که اصلا هیچ کس پیششون نیست و این مجسمه تنها با اون هست، به نظرم خیلی چیز یونیک و آنیوژوالی اومد که جدا از اون همه ای که ملت حتی اونجا صف وا میستادن برای گرفتن عکس، یکی میرفت اونجا گوشی رو برمیداشت، یکی از بیرون عکس میگرفت اون گوشی رو میداد به اون یکی عکس میگرفت، همش یعنی داستان این بود. این صحنه به نظر من خیلی جالب اومد که گفتم این صحنه رو داشته باشم که یه مجسمه ای که به این حالت چیز هست و اون با جای تلفنی که پشت سرش گذاشتن که برای دیگه توضیح بیشترش دیگه چیزی، یعنی چیزی نداری که با هم توضیح بدم، نمیدونم تا شما نظر این پرنده در حالی که تو دهانش هست یه پاشم بالاست، اونم خیلی زیبایی. اون در حال حرکت بود دیگه، یعنی میرفت به طرف توما ها میرفت، بله دیگه در حال حرکت بود. مثل میرور فوتوگرافی هست، بریج لندن هم عکسش افتاده روی اون سنگی که مقابلش هست. بله. خیلی بله. سنگ برمری بود. بله کار بسیار بسیار زیبایی است. خیلی مرسی. خیلی حالا بعدا من نمیدونستم عکس ها رو یعنی تو اونجا میشه عکس گذاشتم، بعدا میفرستم براتون، بیشتر عکس میفرستم که بشه اونجا هم حالا برای دیدن دوستان. شما نقاشی و فیلم برداری بود جناب الهیاری جان؟
شما تحصیلاتتون در همین رشته بود در زمینه من عکاسی؟ عکاسی رو چیز نداشتم، ولی فیلمبرداری رو چرا؟ تحصیلات خود من که تو رشته بیزنس بوده، ولی از وقتی کار حرفه ایمو شروع کردم اونجا توی شغلم، توی کاری که بودم، توی مؤسسه ای که بودم، اونجا خیلی ترند شدم برای فیلم برداری. ولی خب اگر جنبه هنری فیلم برداری و عکاسی رو که خیلی نزدیک هستن در نظر بگیریم، و اون چیزایی رو که توی فیلم برداری مثل فریم بندی، مثل نور، مثل صحنه، مثل زاویه‌ای که داریم به عکس نگاه میکنیم، یا شکلی که حالا میخوایم عکس رو بگیریم، افقی باشه، عمودی باشه، این چیزایی رو که هست اونو طبعا از فیلم برداری تونستم توی عکاسی هم به کار ببرم دیگه. یعنی وقتی عکس میگیرم اون چیزها رو در نظر میگیرم معمولا، و میشه گفتش که به این شکل، یعنی کلاسایی که برداشتم، دورهایی که دیدم، دورهای در حین کار کردن بوده آقا اونجوری. رضا یه سوال دارم. جانم این عکسی که این مجسمه هست و پشتش کیوسک های تلفن، آیا عمدی به صورت سیاه‌سفید و رنگی اینجوری شده؟ انگار نه، این که عکس طبیعیه، و چرا یه عکس مقداری حالت طبیعی. که خاکستری سیاه‌سفیده ولی فقط کیوسک رنگیه؟ این همون صحنه همون بود، یعنی همین چیزی بود که چشمم داشت عجیبه. میدید. هیچ آره هیچ هیچ عمدی نبوده. نه هیچ فیلترینگی روش نیست، نه آره حالا هیچ برای من نیست، اون ولی جالبه. کانترست، ولی کانترست همون قرمز با این سربی رنگی که مجسمه داشت، اینها این کانترستش رو دوست داشتم خودم. همین منظور من این بود که یه نکته که آدم رو جلب میکنه رنگی و غیر رنگی بودن اون قسمت خود مجسمه و اون کیوسکاست. بله، البته الان که با فتوشاپ اینا خیلی این کارا رو، شما که استاد این کار آره هستین میدونم، ولی میدونید شما که، این کارو ولی این نکردی. طبیعیه، این آره کاملا همین طبیعیه که بدون فیلتر و بدون چیز هست. درسته. بله بله آقای، این عکس بالا بریج لندن، این کامل همینه یا الان یه چیزایش حذف شده؟ نه کاملش همینه، همین عکس. عکس پایینی رو من دیدم، اون حذف شده، یعنی اون سنگکاریایی که به صورت گرد دور این مجسمه بود حذف شده. آیا فکر میکنید یعنی در سمت راست این عکس یک مجسمه یا ساعتی یا یک یادبودی هست؟ آیا اونم شما گرفته بودین تا بالا، یا اینکه فقط مجبور شدین فوکوس کنین روی همین مرغابی؟ این نمیگیرم صحبتتون رو. دو تا عکس اینها، ببینید عکس بالا عکس بالایی رو صحبت میکنی؟ بله، سمت راست ببینید یک استاتیو مجسمه ای هست. نه اون دیگه چیز نبود، من هدفم همون پل بود و خود پرنده بود، درست؟ یعنی و انقدر نزدیک بودم به این پرنده که پرنده تقریبا حدود نیم متری یا یه متری من بود، یعنی همون نزدیک من بود که داشت چیز میکرد، در همون لحظه اونو گرفتم، ولی میخواستم اون پل باشه، پل رو در نظرم بود. این سمت راست، اینو متوجه شدم الان چی میگی. من فکرم ای رفتم به طرف اون عکس پایینیه، بعد دیدم که چیز نیست. نه این بر رو چیز نداشتم، واقعا و معمولا هم عکساری که من میگیرم معمولا نه فیلترش میکنم، نه اینکه سعی میکنم کراپش بکنم، چون موقع عکس گرفتن سعی میکنم همون فریمی باشه که دارم میگیرم، مگر اینکه حالا خیلی دیگه بخوام زائد باشه، یا اینکه چیز نباشه، یا زاویه طوری باشه که دیگه بعضی وقتا یه چیزایی زائد میاد به خاطر دور بودن از موضوع، اینا مجبور هستی که اونم بگیری، که اون موقع دیگه خب بی مورد دیگه بخوام که کنارش رو بخوام داشته باشم. این عکس البته کوچیکه، الان اینجا زیاد شاید چیز نباشه، ولی کنتراست خوبی بین سر مرغ و ابراه هست. بله یعنی خیلی یک خیلی زیبا یه بود، کنتراست یعنی اونجا قشنگی داره. حدود
نیم ساعت یک ساعتی اونجا همونجا نشسته بودم من و خیلی منظره زیبایی بود، آره بسیار جای عالی. زیبایی. خب بفهم بفهم عکسای دیگر حالا میخواین نشون آره بدید که بریم من دوستان، من برمیگردم عقب. آها اینجا یه عکسی هستش که مهوش خانم گرفته، اتفاقا من ناظر بودم به این عکس. این پشت بام این خونه ای که ما هستیم یه جای تراس مانند داره که اتفاقی اینو شکار کردیم. من دیدم، به مهوش گفتم سریع این عکس رو گرفت. عکس زیبایی. خیلی چیز دیگه، یعنی واقعا اتفاقی بود. خیلی توی همین ترتیبندی آمریکاست دیدی یا جانم؟ تو همین جاست آمریکاست؟ بله من بله پشت بوم خونمونو سیلور همین جاست. سپرینگه. بسیار بله زیبا. از پشت بومه. بله با خب البته میگم اتفاقی، حالا همه چیزیش اتفاقی بود، یه کار دیگه ما نمیتونستیم با این منظره بکنیم. بسیار زیباست. بریم بالا. یک سری از دوستان قبلا اینجا کارهایی گذاشتن، آقای نهاوندی که تشریف بردن، این کارا مربوط به ایشونه. حالا من نمیدونم دوستان، روش میزنم بزرگ نمیشه چرا؟ نمیبینیم ما، بزرگتر، خیلی کوچیکه. باید بریم، ما فکر کنم که توی همون اینستاگرام نگاه بکنیم. توی اینستاگرام اگه بزنیم فکر کنم بیاد بالا. اینستاگرام نیست، این توی تلگرامه. تلگرام، ببخشید، تلگرام. خب من برم تو تلگرام باز کنم. شما با اگه تلگرام رو باز بکنید، بله اونجا بزنید، راست فکر کنم میگی. هول پیج نشون بده. اوکی اوکی راست میگی، اجازه بدین من ببینم کجاست این. الان یه مقداری بزرگتر شد خود به خود. ولی چون شیرینگ زدم اتفاق نمیفته. جالبه که من یه بار یاد گرفته بودم، الان دیگه یادم رفت میتونستم بزرگش کنم. نمیدونم چه جوری میشه این کاری کرد. خب حالا به هر حال این شکار ایشونه، شکار آهوی ایشونه که اگر میتونستم بذاریم با دست، هم نمیتونم. نه آره خیلی کار قشنگیه. ما فکر کنم مادر و بچه است، فضای قشنگی گرفت. ما میتونیم روی زوم، حالا اگه من این کاری که الان دارم میکنم روی خود اون عکس، اگه دوتا انگشت رو بذارم روی تلفن میتونم بزرگش بکنم خودم. چجوری؟ یعنی من الان توی چیز با اون کاری ندارم دیگه. شما همون عکسی که بذاریم باشه اونجا، الان همین عکس که هست، اگه روی صفحه تلفنم خودم دوتا انگشتمو اونجا ببرم میتونی بزرگ عکسو کنی. میتونم بزرگ بکنم. خب خوش به حالتون، من نمیتونم. شما هم باید بتونی. آخه من الان تو شیرینگ هستم. اوکی خیلی، شاید به اون دلیله. بله من الان میتونم عکس رو بزرگتر ببینم خب تقریبا. اینطوری خوبه. بعد یه کاری هم اینجا بالای اون هست که در واقع اینجا ببینید ایشون یه کاری که کرده، طبق صحبتهایشون نظرشون جلب کرده این سبد یا چیه اگه خود اون رو بزرگ کنیم خودش یه کار قشنگیه. بله زیباست، ولی وقتی اون فضا قرار داره زیاد جلب نظر نمیکنه. خب اینجاست که همون کاری که شما گفتین فریم بندی، این کار انجام میده دیگه. مثلا یک آبجکت رو توی چه فریم بندی براش پیدا کنید تأثیر میذاره روی، خیلی تأثیر میذاره. بله اگه یه خورده زاویهشون ایشون فکر میکنم عوض میکردن، عکس خیلی زیباتری میشد. یعنی اگه میشد برن که حتی اون آسمان آبی رو بندازن تو این سوراخ ها.
یعنی اگه یه آفرین. خورده من به موقع طرف عکس راست می گرفتم. رفتن و به طرف پایین دوربینشون رو می بردن، اون درخت و سبزی رو دیگه از پشتش رد می شد، آسمون آبی خیلی بله. زیباترش می کرد. البته میگم دیگه اون سلیقه است دیگه، بستگی به بله دیگه. زاویه‌ای که خودشون میخوان ازش عکس رو بگیرن چیز داره دیگه. درسته. خب اگه حالا ما شما نمیگفتین سبد، من فکر میکردم این ظرفیه که میخا توش بوده، که گفتن بعد میخا ریخته بوده. من نه نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، من نمیدونم واقعا، نمیتونم بزرگش کنم. نه، به احتمال زیاد همون سبده که افتاده بوده رو جاده. آره به خب، نظر من سبد اومد. اینم که کار مرغابی روی آب هست، کاش خودشون اونجا بودن و توضیح میدادن. میدادن و حالا برگردین روی آقای دارا، میشه برگردین روی اون عکس لطفا؟ بله، ببخشید. ببینید آقای الایاری، نظر شما در مورد فریم بندی، آیا فکر میکنید که اگر دوربینشون ایشون افقی میگرفتن؟ باید افقی میگرفتن. بله، بله به نظر من باید افقی میگرفتن. بله و مقداری شاید من این مشکل خیلی با دوستانی دارم که حتی فیلم هم میگیرن با دوربین آیفون. تلفنشون فیلم میگیرن. اینا اولا 4 by 3 میگیرن به جای 16 by 9، که خیلی آپشن کوچولوییه که من به این دوستان که هر وقت میبینم دارن عکس میگیرن بهشون میگم. بدبختانه این دیفالت خود چیز 16 by 9 نیست، که مال دوربین های آیفون و اینها، و سیو هم نمیکنه که 16 by 9 نگه داره. هر وقت شما عکس میگیریم بعد برمیگه خاموش روشن که بکنید دوربین رو، برمیگرده به 4 by 3 میکنه. و به حتی 13 به در که با دوستان بیرون بودیم من بهشون گفتم، گفتن ای چه خوب. بعد دیدم به همه دارن به همدیگه میگن، این به اون میگه اینا، گفتم که خب خوب حداقل یه چیزی اینا تونستن که بگیرن. و به طور کلی 16 by 9 افقی که دوربین نگه دارید شما، هم برای عکستون خیلی جالب میشه، همین که برای استفاده توی سوشال میدیا اینها، وقتی جایی که میخوایم بذارید دو طرف سیاه نمیشه. شما وقتی یه فیلمی رو دارین میگیرین، یکی از دوستان برای این کارزار نبه اعدام اونجا که ما بودیم داشت فیلم میگرفت، دیدم که همینجور تلفنش رو گرفته دستش و مستقیم داره فیلم میگیره اینها. گفتم اگه اجازه میدی این دوربین تو بچرخون از این ور چیز بکن و فیلمت خیلی بهتر و قشنگتر خواهد شد. و از اون به بعد البته 6099 یه فریم کامل افقی میگرفتش که میدونستش که اینجوری بهتر میتونه صحنه رو نشون بده تا اینکه صاف بگیره. ولی متاسفانه خیلیا بر حسب عادت یا اینکه اصلا تفاوت شاید نمیدونن، همینجور عمودی نگه میدارن و همینجور میزنن که ازش بخوان که فیلم بگیرن دیگه. حالا یه سوال رضا جان، این بله، 16 مال 9 رو چجوری انتخاب میکنیم؟ توی برین آیفون کجا باید بریم؟ موقعی که اگه الان تلفنتون در دسترس یا با تلفن دارین صحبت بله میکنین؟ بله در سرسه. خیلی خب، تلفنتون رو بزنین روی عکس، خب یعنی میخواین عکس بگیرین دیگه، دوربین بله میاد بله بالا، خب بعد اون چیزی که هست رو بکشین بالا. وقتی که چیز هست اونو یه ذره با دستون با انگشت بکشین بالا، بهتون آره، من اینو نمیدیدم. آپشن فوتو رو میده. بعد فوتو رو که میده اونجا روی فوتو که بزنین می نویسه 4 by 3. آره اینو بزنیم روش، بعد عوض کنیم 16 by 9. روی 4 by 3 بزنین، بله، آپشن 16 by 9 هم بهتون میده. بعد عالی بزنین عالی. 16 by 9 میبینین که در جا هم اونجا عوض میشه و صفحتون رو پر میکنه. خیلی عالی. حالا من یه چیزای دیگه هم اینجا اومده، اینا هر کدوم چی هست؟ اینا باید من برم یکی یکی منیوش رو نگاه کنم بهتون آه خدمتتون اوکی بگم اوکی که چی هست الان، چون من یکی هست فلاش مسکه. خب دیگه فلش رو خاموش روشن میکنه. آره بعدیش یه چیز گرد متعدل مرکزی هست،
اونو اگه روش بزنین بعد دیافراگمتون رو باهاتون باش بازی میکنه. آه برای دیافراگمه. آها اوکی. چون بعد نوشته تنظیم دایو نور و اوتر. اینا هستش که بغلش هست، یا اینکه تو خود عکسم اگه تو اون صفحه هم اگه دستتون رو بزنین نگه دارید، آها یه مربع میاد و یه فلش بالا پایین که اونجا هم میتونین نورتون رو تنظیم بکنین. یعنی اینکه من از این اکلیپس چیز، این خورشید گرفتگی که بود هفته پیش، آه. من با سلفونم تونستم ازش فیلم بگیرم با کم کردن استفاده از این با جان بستن و دیافراگم. با بستن دیافراگم. بله حالا آقای بخشین استاد، آقای علایاری، خواهش میکنم، مطلب بسیار جالبی بود، من حقیقت نمیدونستم. اگر در اینترنت یا یوتیوب جایی کلیپی پیدا کردید که توضیحات کامل میداد با این علائم و مشخصات، صدا میکنم در همین سایت بذاریم که همه یاد بگیریم. خیلی متشکرم. چشم، حتما. خیلی بله، نکته. حالا یه چیزی هم بغلش اومده به اسم Swipe to customize the camera. یه دو تا صفحه است که یه خط روش هست. حالا باز اوکی. خودمون اینا اینا خیلیاش دارم جان، خیلیاش اکسپریمنتال دیگه، برین توش دی خیلی چیز میکنه. آره، منم کار کنم. نوه من فکر کنم بیشتر از من راجع به این سلفون اینا میدونه، ولی اینو جدی میگم، اینو شوخی آره. نمیکنم، جدی میگم و بیشتر از من. بله، ولی من در همین حدی که عکس اینا میخوام بگیرم اینا، در همین حد سعی میکنم که چیز داشته باشم. بله، خیلی عالی بود، یه چیزایی یاد گرفتیم. حالا ببینید، امروز قرار بود این آقای کمالی بیاد این کارای چیزی که الان من دارم نشون میدم، لاله ها، کار ایشونه، بسیار زیباست. خیلی خیلی از من اون زاویه که از بالا گرفتن اونو خیلی دوست دارم. چند تا عکس پایین تر از بالا، از خود اینو میگید این و بعدیش پایین تریش و بعدی پایین تر یکی دیگه هم بود فکر کنم، این و این این بله. البته نمیدونم اونجوری فوکوس نیست، مثل این که این درسته. اگه گلبرگا به جای گلبرگا اگه روی پرچماشون چیز میکردن، فوکوس میکردن، خیلی زیباتر چیز جلوه میده اون خود داخل چیز رو. دارم من عکس از این تیپ دارم که اونجوری چیز شده و حالا این تکنیک خاصی داره چون پشتش سیاهه. این احتمالا توی شب گرفتن اینو. البته الان یه آپشنی رو آیفون داره که شما وقتی که یه عکسی رو که گرفته باشی، دستتون رو که رو عکس میذارید، مثلا عکس شما رو شما هست و یه با یه بکراند دیگه که اونجا هستین، دست رو عکس شما که بذارین، عکس شما رو کراپ میکنه، مال خودتون رو، فقط عکس رو. بعد میتونه ببره روی هر بکراندی بخوایم میذاره، یعنی میتونه ببره روی بکراند مشکی بذاره که همون مثل عکس اولیه میشه تقریبا. بله بله. که دومیه که درست. اون پایین تر که شما همینی که این که نه، ولی اولی میشه، عکس اولی. بله بله. میتونه اون باشه، یا اینکه اصلا بکراند اینجا ممکنه که اصلا بکراند شب بوده باشه، اگه شب گرفته باشن که خب طبیعیه پشت رو نمیندازه دیگه، همون جلو رو به همین شکل میتونه عکس رو بگیره. ولی اون هم یه آپشن جدیدیه که میتونه چیز بکنه. و یه آپشن دیگه که گوگل الان این روزا درآورده که ایریز کردنه، که بکراند میری اونجا و تو فیلم، تو عکستون هر چیزی که هست، هر چیزی که بخواین میتونین پاک کنین دیگه ازش، از یعنی کنارش. بکراندش رو منظورتون؟ بکراند یعنی که یه آدمی بغل دستتون وایستاده بخواین پاکش بکنین، اونو پاکش میکنین و اصلا هم معلوم نمیشه که چیز هست که بوده همچین چیزی. یعنی خودش دیجیتایز میکنه اون کنارها رو، تقریبا به شکلی در میاره که کسی بله. که ندونه چیزی ازش پاک شده متوجه چیز نمیشه. این کار خیلی دیتیل رو خیلی
این شبنم روی گل رو اینا رو خیلی قشنگ. خیلی زیباست، بله قشنگ، خیلی عکس قشنگ. بله ایشون از این کارا زیاد داره. قبل از اینم فکر کنم این آقا حمید نمیدونم فیلم گذاشتین همین جام. یادم نیست، بذارید من آها فکر کنم که یا این بود یا من گذاشته بودم یه فیلمی. این در ارتباط با چیز خسوفه دیگه نه؟ فکر میکنم، بذارید خواهش میکنم من یادم بیاد، فکر میکنم میزنم ولی باز نمیشه. نه این یه مشکلی که توی این شیرینگ هست. حالا تو این دارم جان روی این دانلودش بزنید یه بار، اون فلش پایین دست چپ، پایین دست دست چپ، چپ نه دست این چپ، رو همین کلیپ، رو همین کلیپ. آه اینو میگی، آها اونو بزنید دانلودش بکنه، شاید یه بار دیگه دانلود بکنید بزنید روی پلی بکنه. کاری نمیکنه. حالا پلی رو بزنید. نه اوکی نه نمیدونم موقعی که شیرینگ میزنیم این حالت پیش میاد. این هم که خیلی کار بسیار دوستان شهرزاد خانومه، خیلی خودشون این کار نقاشی شده، بسیار زیباست. بله خیلی زیباست. این هم که هیچی، خورشید گرفتگی کامل، اینا فیلمه که بگذاریم ازش. آها اینا باز دوباره کار همون آقای کمالیه، به شکلای مختلف، خیلی تزئینی مثلا بعضی کاراشون. البته اینجا به نظر من از نظر برش بعضیا جای خوبی برش نخورده. موافق این؟ اتفاقا من فکر کنم اینجاست که باید عکس عمودی بگیرن، افقی گرفتن. این افقی نیست، عمودی به نظرم. دومی بالایی افقیه. این آها این ده. ببین این الان من نمیدونم عمدن این برشی که دادن اتفاقی بوده عمدی بوده. به هر حال خیلی نزدیک به لبه که میان اون چیزو به هم میزنه، اون فوکوس رو از نظر ترکیب بندی به هم میزنه. درسته، توجه رو به جایی که ببره اونجایی که شما منظورتون هست میره، به بریدگی میره، اصلا زیاد مهم نیست. بله اینم در ارتباط با مثلا اینجا حالا بد نیست، ولی بعضی وقتا این برش ها بورینگ میشه موقعی که همه چی دو طرف مساوی و حالت قرینه داره، یه حالت بی تفاوت، یعنی چشم نمیتونه بمونه رو صفحه، زود در میره. این عکس اونیه که خدمتون گفتم، این روی پرچمای گل تو پرچم شده، عکس خیلی قشنگیه. بله خب این ایشون استاد لاله هست. نه خیلی خوب. آها این فرخنده خانوم هستن که ببینم میتونم عکس رو جدا جدا نشون بدم یا نه. آه من یادم قبلا راه حلی پیدا کرده بودم که اینا رو جدا از هم نشون بده. یه رایت کلیک بکنین روش ببینین چه آپشنی بهتون میده. نمیکنه چی؟ هیچی؟ اوکی. من میدونم یه راه داره، یه بار کردم ولی یادم نیست چی کار کردم. خب حالا به هر حال این عکس های خانم فرخنده است. حالا گذر کنیم از اینها اگه خودشون بودن.
پیام فرستاد براشون که بیان، ولی نیومدن. خیلی عجیبه واقعا، خیلی خودشون خیلی استقبال کرده بودن که میان. خب اینجا هم فکر کنم کارهای فرخونده است. ممکنه فکری هم این دوستان میکنن که فکر کنم شاید مثلا فکر میکنن ما قضاوت میکنیم و اینا. خب دوستان ممکن دوست نداشته باشن که در صحبت بشه، ولی من تعجب میکنم ما اصراری نداریم حتما. نه فراموش کردم، مطمئن باشید. حالا اینم کار یکی از دوستان بذارم، اینم خانم آقای دماوندیه که اینجا بودن، ولی اینجا مثلا آقای نهاوندی نوشتن. نهاوندی، معذرت میخوام، نهاوندی. اینجا ببینیم برشی که خورده، اما صحبتی که کردین شما دیگه، بله لحظه. یعنی قطع اصلا کرده، کلن چیز از بین برده. آره یه موقع هستش که آدم عمدن کراپ میکنی که یه قسمت های مهمی برجسته بشه، ولی این در صورتی که خود آبجکت چیز شده، اون خودنماییش رو از دست میده، برای اینکه دیتیلش میاد خودش دیده نمیشه. حالا نمیدونم اینا میتونه جزء تجربیات ما باشه که حالا من این صحبت ها که میکنم و بعدا میذاریم دوستان خوب خواهند شنید. این البته عکسایی که ما از سفر برگشتیم، این چیز سنت میشل توی یکی از شهرهای شمال فرانسه که یه جزیره است. کل این ساختمونا مثل یه مثلث است که از تو آب اومده بیرون. خیلی زیباست، خیلی. کنار دریاچه است این دارآب جان؟ بله بله، مثل یه جزیره است این ساختمون، این تاریخی سن میشل. جالبه اینی که یکی از این شهرها ما شاهد لئوناردو داوینچی که اونجا فوت کرده و اون ازش خواستن که یه پروژه های انجام بده از این بناهای تاریخی و بعد اونجا هم فوت کرده. از اونجا من یه مقدار چیزهایی فراهم کردم که بعداً به دوستان نشون خواهم داد. بسیار زیبا. آها این مرغ هم که کاش میتونستم چیزش کنم، خیلی عجیبه. آره این مرغ اینقدر نزدیک به ما بود، ما داشتیم این بنای تاریخی و اینا از جلوش رد می شدیم، این اصلا فرار نمی کرد، خیلی نزدیک به ما بود، باهاش صحبت می کردیم، حتی زلزل تو چشای ما نگاه می کرد. خب شاید فارسی بلد نبوده. آره اونم ممکنه. مثلا اینجا جوابتون رو میداد مثل بول بول. نه اصلا نگاهش رو نگاه کن، کلاش رو کج کرده میگه چی میگی تو. بسیار زیبا. خب اینم از کارای فکر کنم خانم ناهیده. واو این یه جورایی خیلی مثل کارپستال شده. من نمیدونم این زاویه خودشون گرفتن یا کاری روش کردن. این نه این تولیپ گاردن دیگه، این تولیپ هایی که توی چیز هست فکر کنم بالای کنار توی ویرجینیا هست، قسمت ویرجینیا نزدیک چیز. آخه خیلی زاویه‌ای که گرفته خیلی قشنگه. با اینکه قطع شده ولی یه طورایی این جلو، این چند تا گلی که اون جلو هستن یک ترکیبندی مستقلی دارن نسبت به اون لاله هایی که در بالا به شکل مثلث
در واقع تو پرسپکتیو قرار گرفتن یهو خودنمایی میکنه، انگار که اونا کمک میکنن تا این چند تا گل جلو خودنمایی کنه. آره ولی یه خود بعد قطع شده پایین. کاش کی به جای اینکه الان میبینین تو این قسمت ساقه ها فوکس شده، آها به جای اون اگه یکی از این لاله ها یا دو سه تا لاله، حالا فرق نمیکرد کدوم لاله باشه، که جلویی باشه یه خورده عقبتر باشه رو اونا بود، عکس بسیار زیبا میشد. یعنی الان اگه کنین خود لاله ها محون، ولی تو اون قسمت مرکزش که میبینی مرکز عکس پایینش، آره. اون ساقه های سبز رو که اونجاست فوکس روی اونجاست. یعنی اگه یه سر بالاتر بود اون حالت و شکل لاله ها رو چیز میکرد، خیلی زیباییش دوچندان میشد. بله حق با شماست. جای ناهید خانم خالی که برگرده بگه که به تو چه که میخواست اینجوری بگیرم، دوست داشتم اینجوری بگیرم، به تو ربطی آره به شما چه مربوطه. آره آره این هم قشنگ شده. ناهید باشه میگه بهم. این هم تا کارایی که یه خورده حالت دو بعدی شده ولی بیشتر گرافیک، حالت گرافیک داره و جاهایی که قطع شده خب میتونست خب یک دستکاری بشه، مثلا این گوشه آدم چشم میطلبه که بیشتر ببینه و برشی که خورده انگار که یه ناقص شده گل، ولی یعنی اگر نبود این فضای دور این گل وسط بیشتر خودشو نشون میداد. برای درست. خب دو بعدی شده، شاید هم فیلتر کرده، نه من نمیدونم، یا حالت دو بعدی پیدا کرده، بیشتر حالت پوستری شده. بالایی هم همینطور. بالایی رو کامل ندیدیم. بالایی اوکی، منظور این زرده. بالایی باز بهتر، بالایی باز بهتره. زرده یا قرمزه؟ زرده رو دارم میبینم حالا من رو بله. صفم. ها قرمز رو نمیبینی؟ ای که من میبینم قرمز رو میبینم. بله. من فکر کنم هرچی من میبینم شما همون رو میبینی. من یه خود بزرگترش کردم آخه، میگم چیز بکنم. آه اوکی اوکی. شما که وقتی حرکت بدین میشتر میبینم. بله. آها. بسیار خوب. حالا بریم جلوتر. بله ناهید خانم هم الکشناش قشنگ، خیلی قشنگ، این هم خیلی خوب شده. خاکستری بم ابرای خاکستری پشتش آره، خیلی آره یه کنتراست رنگی و غیر بیرنگی، رنگی و بیرنگی خیلی قشنگ. بله از این استفاده کرده. بعد جالبیش اینه که جایی هم که 50% ابر رو 50% گلا یه طوری به هم کمک میکنه. اینا 4x3 دیگه، عکس‌ها رو دقت بکنی می‌بینی اینا 4x3. اگر اینها بخوان که بیشتر چیز بکنن باشه. آره 16x9 امروز یاد گرفتیم، یه چیز خوب یاد گرفتیم. سال نوتون هم مبارک باشه. خب این مال تبلیغات و از هنرمندان عکاسمون. اینا کسایی که از ابر گرفتن، این خانم کیه؟ رویا خانم. رویا قرار بود امشب اینجا باشه، اسمم نوشته بود. خب اینجا من فقط نمیدونم شما متوجه منظور رویا از این اینا آیا ابر؟ خب این که ابر درسته، ولی این یه خورده نامشخص. آه این فکر کنم مال خورشید گرفتگیه. بله میخواسته اونو بگیره فکر کنم.
یه مقدار عکس فرستادم من الان. آقای داراب گرفتید شما؟ کی؟ همین الان فرستادم. اگر عکس اوکی، جدید برمیگردم چشم. مرسی. خب کاش رویا اینجا بود، درباره این صحبت میکردیم، توضیح میداد که منظورش چی بوده. این هم که این عجب عکسی، مثلا این مهری گرفته، این خیلی حرف داره، خیلی زیباست، یعنی موضوعش قشنگه. این توی اروپا زیاده دیگه، این چیزی که هست. قفلایی که روی پولا معمولا هم روی پولا میبنده، پرتغال بود و جاهای دیگه هم زیاد هست. یعنی بیشتر حالت چیز داره دیگه، نه؟ اشراق میرن اونجا برای مثل همون ما که میریم یه دالا توی دخیل بندن، آره دخیل میبندن، یا اینکه یه چیز سبزی رو میبندن که مشکل گشا بشه براشون، یه همچین حالتی داره. ولی اینو اخیرا تو یکی از پلا اینقدر از اینا زیاد بسته بودن که گفتن این زیادی سنگینی میکنه، شهرداری قرار بود بره بعضیاشو پاره کنه. خب این دو تا عکسه. آره بله، یکیش مرغ دریاییه، بعد از اونجا به بعد اون عکس بعدیه که اینم چه جایی نشسته مرغه، نه اینم قشنگه. اینم مهر خانم غروب، ولی کن این رفلکس این چیز توی دریاچه خیلی زیبا شده، بله. نورای بالا فکر کنم یه خورده کنتراست ها کمه، کاش میتونست. خب چون هدف بیشتر اون خورشید بوده، اینم که پرنده ها شکار خوبی کرده اینجا مهری خانم. فرخونده هم ماه رو در بین شاخه ها قفس بندی کرده. آها، این موقع که برف اومده بود، چه فضای برفیه. این کار رویا خانومه. خب رویا به نظر میرسه که یه صحنه است تو دو تا فصل مختلف گرفتن. دو تا عکسه میگم، آها یه آره، همون صحنه است فکر رنگا کنم، گرمتره اونجا، هر دو سردتره. تاش فکر کنم یک صحنه است تو دو تا زمان مختلف فکر میکنم گرفته باشن. فکر کنم به راست نظر میگه، این درخت همین درخته دیگه، این درخت همین درخته، اون پشتم درخت همونه، دیگه. یک ذره رفتن جلو، این گردالی این پایین هم اگه عقبتر میگرفتن عکس دوم اولو بیشتر میافتاد مثل اون. آره خب این گرم گرم هستی، خورده کنتراست سرد و گرمش قشنگه، ولی اینجا یه خورده آبیا غالب شده. نه آها، اینم یه شکاری که دیگه زده تو گوش کمپوزیسیون، چون اینطوری که ساختمون قطع کرده آدم فکر میکنه الان زلزله شده. میخوام که رویا خانم بشنوه، یعنی این کمپوزیسیون، این عکس میتونست اگه یه خورده بیشتر میگرفت، بین سمت راست و چپ یک به نظر من اینتراکشنی به وجود می اومد. اینجا هم خیلی باریکه، خیلی جالبه. فکر کنم اینو پانوراما گرفتن. بله ممکنه. آره عکس پانوراماست. آره خیلی باریکه، نمیشه شاید که، چون اگه پانوراما بود احتمال زیاد دستشون میلرزید،
یک نه تیکه های نمیفته، نه پانورامای این روزا با آیفون اصلا انقدر صاف میفته که چیز نیست، اصلا قابل تشخیص، یعنی خودش انقدر خوب دیجیتایزش میکنه که اینا رو که اصلا معلوم نمیشه. بله، یک وقتی که عکسی با پانوراما میخوایم بگیریم، یک اروی اون وسط، اگر اون درسته. در سطح را بره این در میاد، یا اینکه این خانم مثلا گذاشته روی نرده ای چیزی و با تسلط کامل اینا پیچونده اینو، من نمیدونم، برای میپرسم ازش. آره، به هر حال این حالتی رو که شما الان اشاره کردید، خب یه تکنیکی که من یاد گرفتم، بعد این سالا باتون شیر بکنم، وقتی که همچین چیزی رو میخواین، عکسی رو میخواین بگیرین و میخواین که سرعت دستتون، چون سرعت دست در هر صورت بعضی وقتا گلیچ داره، گیر میکنه، یعنی یا اینکه اون با اون سرعت نمیتونین پیش ببرین، بهترین کار اینه که وقتی که روی ترایپاد گذاشتین، به اون دسته ای که معمولا میگیریم و سفت و شل میکنیم یا این برمار میکشیمش، به اون یه کش بس بکنین، از این کشای که دور چیز میندازن، کشای معمولی گردا لوپا، یه طرفشو قلاب بکنین به اون، بعد نگه داریم با دست، بعد پیچ رو یه ذره شل بکنین، وقتی که بکشید با خیلی سرعت آرومی میاد و عکس رو کامل براتون چیز میکنه، اصلا متوجه نمیشین که تو دست قرار میگیره، تهش اون سر دیگه کجا قرار میگیره؟ میبندینش به پایه‌ای که اونجایی که میخواین دوربین رو بکشینش، اونجایی که معمولا رو سه پایه که میذارید دوربین، یه دونه دسته ای داره دیگه، با اون دسته چیز میکنین که این بر اون بر میبرینش. درست. الان تصویر منو دارین؟ بله بله بله. اون که دوربین رو این بر اون بر میبره، روی سه پایه که هست سفت میکنی، با همین همونجا ثابت میمونه، شل میشه، به پایه اون که ببندید، یعنی به دسته اون که ببندینش، یه طرف کش رو، یه طرف دیگه هم دستتون باشه، وقتی اینی که میکشید اینو خودش آروم میکشه میاره، به طوری که مثل این انگار که توی ریلی چیزی بوده باشه، دوربینتون حرکت میکنه. بسیار جالب، اینه بسیار یکی از این کلاس ها، یکی از این آقایی که تریک های چیز بلد بود، چون من این کلاس ها رو همیشه میرفتم، حتی کلاس دوباره میذاشتنم باز میرفتم، میگفت تو که اومدی این کلاس رو، میگفتم باشه اب نداره، اگه شاگرد به اندازه کافی نیست و من میتونم، یعنی جا هست برای من، دوست دارم بیام. میگو برای چی میخوای بیای؟ گفتم ممکن یه چیزی بهم بگی که تو کلاس قبلی نگفته باشی، و اونو دوست داشتم یاد بگیرم. اینی که اینجور چیزها رو اونجا خیلی آدم دقت میکرد، این تریک ها رو اونجا میشد ازشون در آورد. بله، خیلی خوب. از خانم رویا بگذاریم، ماشاءالله خوب خوب علاقه داره، خیلی به خصوص اون صحنه های برفی قشنگه، این کارشون هم بد نیست، فقط اونجا که برش هایی که میدم به نظر من روی اون کار کنن، مثلا حیف این پایین درخت ها میتونست خیلی کمک کنه، مثل این پایینی، عکس پایینی، درسته. این بیس پایین در واقع همه چی روی اون قرار گرفته، یه جوری چش راحته باهش. درسته، در صورت که اون ابرای بالا زیاد چیز نیست الان، اصلا اونقدر هم بله، نبود که مثلا اینجا این صحنه قشنگیه ولی بد جوری قطع شده، یعنی باید خورده فضا دور بدن دور آبجکتشون، درست. بعضی جاها خوب قطع کردن ولی بعضی جاها نه. آقای دارا، بله، بریم رو کار شما. حالا اونم میریم شد توی رندالف رود، اگر جورجیا رو پس کنیم دست راست، یه خیابونی و یه پارک بسیار زیبایی، من الان یادم نیست، پارس من رفتم کلی عکس گرفتم، فکر میکنم 2-3 سالی اونجا بودم، اسمش هم الان یادم نیست، اونجا ووچیچی میدونم کجاست، اون چیچی بروکه،
بذارم از محوش بپرسم. محوش چون این چیزی که توی ویترن هست بله پارک بروکساید گاردن، بروکساید بله درسته، بروکساید گاردن بله خیلی زیباست اونجا. بله از دوستان دعوت کنیم بیان و همچنین آقای علایاری تشبیارن اونجا. شما قرار بود هفته پیش یه تیم را بندازین که خودت نیومدی. تیم چی بود قربان؟ قرار همین برنامه رو پیشنهاد شده بود که پارسال شما همچین پیشنهاد داده بودی. آها بعد گفتیم که خب تو همین تلگرام گفتیم اگه حمید دوستان علاقمند رو جمع بکنه یه تریپ بریم عکس بگیریم و بذاریم به تماشا. خب حالا آقای علایاری تشریف دارن استاد این کار. نه قربونتون برم من مبتدی هم، اینجوری نگین تو خدا. حالا اینش این یه شنبه که ما بیزیم، برای یه شنبه دیگه اگر بشه از من قبل... نیستم یک شنبه دیگه متاسفانه، شنبه دیگه اش قربان من نیستم، ولی این یک شنبه اگه باشین هستم، این هفته رو هستم، یه سه چهار روز باید برم، هفته دیگه برم همونجور که نبه. گفتم نوه داری. ببین این کارم قشنگ شده. زیباست. بله بله ببینی طوری قطع شده که آدم حس نمیکنه چیزی از دست رفته. به هم کمک میکنن فضاهای دورش. عکس خیلی زیباییه. بله حالا اینو باید با رویا خانم خبر بدین. این مثلا باز یه چیزی اون پایین بدهکاره. نه خب دیگه اینا چیزاییست که تجربه هست. خب الان بریم دنبال اینم که این چرا عکس قشنگیه، عکس بسیار زیبایی این. آره ولی این که داره حرکت میکنه از این کارهای لایف گرفتن. این یه چیز دیگه هم نه یه چیزه، یه کارت از این تکنیکا هست. ببین چون تو اکثر رو که داراب جان از یک، حالا با تلفنت وقتی میخوای عکس مثلا یه دریاچه رو بگیری که داره مثلا موج میزنه، خب انیمیشن جان انیمیت کرده، همون عکسی رو که شما دارین میگیرین میتونین عکس بگیرین، عکس معمولی منتها لایو بگیرین. آره. لایو بگیرین همینطوری هی تکرار میشه، بعد لایو رو بیاین لوپش بکنین، بیاین روی لایو بزنین لوپش بکنین، انگار که مثلا ساعت ها فیلم گرفتین از اونجا. درست ولی نه اینجوری اصلا معلوم نمیشه که چیز هست. خیلی خوب، حالا ما با اجازتون از خانم رویا رچیم ببینیم چون اونجا مشتری زنده داریم. بله عکسایشون رو ببینیم. آره بریم پایین. اگه برید پایین پایین یا بالای بالا، تازه فرستادم. بالای بالا که نمیشه را. پایین پایین باید بریم. بله بله این کار من هست. اوکی از اینجا به بعد دیگه نه؟ بله. خب این چیه؟ این اولی کلوزآپ قطره و یه برگه. بله یه جورایی خیلی آدم متوجه نمیشه این قطره ها رو. این ساقه های برگای گل آره. بار بود و تمام، البته اینا رو من 100% فوکوس گرفتم اینجا چون خیلی آره. کوچیک میشه و چون اینا قطره آبم هست تمام کروی پشت شده خودش عکس گرفته. بله و بله. بکگراند کپه نشون میده. اگر عکس بزرگ اینها رو ببینید متوجه میشید. بله حالا من این... اگر یکی از این قطره ها رو کامل میگرفتین این انعکاس اون چیزای دور رو مثل بله عدسی مینداخت توی خودش توی قطره. این عکس کوچیکی، اگر رو صفحه بزرگ لپتاپ اگه باشه اون خیلی. الان شما میتونین کار بکنین؟ بله من دارم خودم کامل میتونم بگیرم. بله اوکی بسیار زیبا. این گلتونم ببین دیگه از اون حالت بازنمایی طبیعی در آوردین، نه اینکه بد باشه اتفاقا
این مثل یه کار ابسترکت به نظر من میاد. دیدین کارهای ابسترکت که ضمن اینکه از یک آبجکت طبیعی هست ولی فضاهایی که ایجاد میکنه، دیرکشن هایی که مثلا این پرچم ها و فضای روشن سمت چپ و بعد این حجمایی که ایجاد کرده یه مقداری حالت ابسترکت داده که خیلی ها از این پست مدرن از این کارا میکنن برای کارهای تزئینی و اینا، خیلی بزرگ میکنن تو پوسترهای بزرگ، همچین حالتی داره، بسیار زیبا قشنگی هم هست. این هم همچین هدفی داشتیم، فقط اینجایی که out of focus هست و اینجایی که focus هست یه جورایی بلا تکلیف آدم، یعنی اگر میشد این فوکوس کردن در مورد فقط پرچما و خیلی جدا از بک‌گراند میشد یه مقداری ابسترکت همچین حالتی داره مثل اینکه داره آب جان الان هست، ولی ولیکن با بک‌گراندی که چیز هست سر پرچما همونقدر مثل اون بک‌گراند چیز شده. با چی گرفتین؟ با آیفون. با آیفون. آیفون این مشکل رو داره دیگه، چون واسه خاطر اینکه اون فوکوس کردن دقیقی رو که آدم منوالی میتونه با دوربین عکاسی انجام بده اینجا صورت میگیره، همون فقط دستون رو که میزنین امیدوارین که دیگه انشالله همونجا رو فوکوس بکنه دیگه به امید خدا. آها یعنی دست میزنین که اون چهارخونه بیاد؟ دقیقا همون جایی رو که میخواین دست میزنین اونجا رو فوکوس میکنه دیگه. درست. این یه خورده سختش میکنه دیگه، چون آره. ولی بعد اینکه عکس رو گرفتین، حالا اگه چون خوبیش اینه که آبجکتتون هنوز سر جاشه و شما هم دوربین دستتون هست میتونین چک بکنین، یعنی عکسی که من با این هدف بگیرم حتما زومش میکنم ببینم که اونجا واقعا میخواستم فوکوس شده یا نه، اگه نشده باشه یه عکس دیگه میگیرم. بله. حالا جالبه دیگه اینجا نقش خود عکاس هم هست که انتخابش مثلا سر همین عکس، سر همین عکس اگر میخواستین، چون ببین این گوشه پایین سمت راست که محو شده خیلی خوب آدم رو به اشتباه میندازه، هی میخواد طبیعی ببینه در حالی که هیچ مهم نیست که طبیعی هست یا نیست، ولی طرز گرفتن عکس این شک و تردید رو در بیننده ایجاد میکنه که این چیه. حالا مثلا به خصوص این که نزدیک به لبه ها این پایین یه همچین مبارزه ای در کار هست بین این گوشه ای که محو و اون پرچمایی که فوکوس هست، یه بلا تکلیفی هست که اگه تکلیفش روشن بکنه آدم میتونه از این حالت تصمیم اینا خارج بشه یه کار تصویری زیبایی از آب در بیاد. اینجایی که یه جرأت چیزی میخواد که شما از حالت طبیعی گذشت کنی، یعنی فداکاری کنی، یعنی لزومی نداره وفادار باشی حتما به شرطی که این آرایش عناصر تصویر انتخاب بشه و با جرأت یه جایی رو کنتراست بدی با جای دیگه حتی اگر غیر طبیعی و غیر عادی باشه ولی از نظر بصری زیبا. این هم یکی از اون تجربه هاست. مثلا این اگه به من بدن نقاشی کنم این میتونه اون چیزایی که فکر میکنم از توش یک چیزی در بیارم. ببخشید من فضولی نمیخوام بکنم، فقط دارم از خوبم میگذره میگم.
آره این مثلا این قطره ها خیلی زیبا. خیلی قشنگ. آره بعدم این گلا هم اصلا یه جورایی شناور انگار تو آب، اون خیسی چیز خیلی قشنگ نشون مثل میده. این میمونه که اصلا یخ زده دور اینا. آره اونم میاد تو ذهن آدم، آره زیباست، عکس قشنگ، کار قشنگیه. خیلی زیباست. آها این که دیگه خیلی به ابسترکت نزدیک شده، از یه طرف یاد ون گوک میندازه آدم ها، ولی از یه طرف این دو رو فکر کنم فیلتر رو اینا کردیم. این از همون که میتونیم دور سابجکتمون رو سیاه کنیم یا سفید کنیم استفاده کردیم. آها بله آره از اون استفاده کردیم. بله واقعا قشنگ شده یه حالت، ضمن اینکه اون پره هایی که دور این هست یکسان نیستن، متنوع هستن، اون زنده نگه داشته یه خود و اون محاصره کرده اون پرچما رو، ضمن اینکه خب خیلی آدم احساس قرینگی داره و چشم حرکت نداره، فقط محاصره شده اون پرچما توسط اون اشکالی که محو و حالت ابسترکت داره، زیباییش در به نظرم درونه، ولی کار تزینی قشنگیه به نظرم. بله این هم نگاه های جالبی داره از آسمونا رو، از لابلای این گلا و برگا و یه دید نقاشانه داره. شاید هم برس سراغ نقاشی. آره خیلی قشنگ، عکساتون خیلی رنگامیزی، عکساتون خیلی زیباست. چی فکر کنم فیلتر میکنی دیگه همین جون؟ بله من مطلقا منم فیلتر میکنم، سعی بله. میکنم خیلی عالیه اتفاقا. من برخلاف بعضیا که فکر میکنن این تصنعیه، من فکر میکنم انگار اینکه شما داری نقاشی میکنی با دوربین. حالا این عکس بالایی به نظر من بسیار موفق میاد، یعنی از نظر کمپوزیسیون، ترکیب بندی و عناصری که توش هست، شکلایی که توش هست، حتی کنتراست محو و مشخص، اینا این لبه های گلبرگای خیلی همچین بریده بوش مشخص خیلی زیباست. بسیار زیبا، عکس زیبایی، خیلی قشنگ شده، جز کاره خیلی موفق. اینم ببین نگاهش، نگاه ابسترکت دیگه، این جرأت میخواد که شما یه گل رو از دور بر بزنی، یعنی بخوای چی میگن کراپتش کنی، کراپش کنیم کراپ کردن یه گل، و بعد این جرأت میخواد که این فرمایی که تو این ایجاد شده، چه از لحاظ این لبه های سفید به قرمز و اون دانه های پرچم، یه آرایش زیبایی از نظر خیلی قشنگ شده، فرمای قشنگی تشکیل شده. ممنون از شما. آره جدی، یعنی منظورم اینه اینا انتخاب های چیز دیگه، حسی قشنگیه، حسه. آره اینم با اینکه اینجا ببین شما کاملا گل رو بریدی، ولی این یه دونه گلبرگ اینجا نقش بسیار قشنگی توی این ترکیبندی داره، با اینکه این گلبرگ ها محو و اون پشت هستن، خیلی برشات قشنگ، البته نظر شخصی منه. بله اینم یکی از این کارا.
آها، اینجا این گلبرگایی که اینقدر اینا من خوشم میاد، این رگایی که مثل رگ چیز میمونه، خونیه، بعد فرمای قشنگی هم داره. بابا اینا رو کی کار کردی؟ عمو حمید مدیده؟ تقریبا عاشق گله، من میدونم. خیلی زیباست، بسیار عالی. آقا روز خیلی خوبی بود واقعا، ما اقلا تونستیم یه مقداری رو چند تا کار صحبت کنیم و اون صحبت هایی هم که منصور اینجاست. منصور بله تازه نمایی بودن. کردی، چطور بودی بابا جون؟ چرا مخفی میکنی خودتو بابا؟ ما دوستت داریم منصور جون، صحبت کن، صدا نمیاد. ایشون هم ندارن صدا، یه ایشون کاری هم بکن. نمیشه، مثل تلفن من شده. ببینید ایشون هم ظاهرا چیز نیستن، آن میوت نیستن، ولی مثل من نمیتونن صحبت. منم از طریق آیفون دارم صحبت میکنم. خب منصور جون با آیفون بیا. این آقا منصورم عکاس خوبیه، خیلی باحاله. باید دفعه قبل با کلاس ایشون ما صحبت کردیم. آیفون رو قرار بود بذاره چند تا چی رو؟ کلاس منصور سانتویش بذارید مثل کرول حالا صحبت کنید دیگه، چه کار کنید؟ خیلی قشنگ درخت ها گرفته انشالله استاد ببین شباهنگ منصور جون، در منصور مسافرت. دوره با آیفونت بیا. صدا بعضی وقتا میاد. آقای داراب انشاءالله مسافرتی که میخوام آها بریم حتما از آقای علایاری، آقای داوودی حتما دعوت میکنیم بیان خدمت بله، اونجا. بله درست شد، از خواهش تجربه میکنم، استفاده کنیم. خیلی عالی. اشتیاق دارم. دوستان منصور چون چند هفته پیش باهاش صحبت کردم، کاراشو گذاشته بود. الان چیزی جدید داری منصور جون بذاری؟ خب متوجه شدین چی میگن دیگه؟ شما هم نه مثل والله که بچه رو من که میپرسین دیگه، من که نفهمیدم. لبخونی اگه بکنین میفهمین چی میگن. خب شما لبخونی بکنیم بینم. من بگو بلد بگو نیستم، جون. شما گفتین بهش که اینجوری داشتین شکل و من جمال. عده اصول در آوردم. نه یک داره دو یه کارایی میکنه انگار. از اول میتونم اومده بود براتون و بنویسن توی چیز، آره تو میتونم چت براتون بذار، تو بنویسن چت. توی چت چیز براتون بنویسن. آره حالا دیگه وقتمون هم داره تموم میشه، ولیکن خب این دفعه هم با اینکه دوستایی که قرار بود نیومدن، من بعدا خدمتشون میرسم، برخورد برخورد فیزیکی خواهیم کرد. دست بسیجی ها. حتی ترانه جون اومد، ولی دیگه حتی ویدیوهاش هم باز نکرد. خیلی خوب، اینا همه جای شکایت داره که انشالله بعدا خدمت. حالا ببین در یکی مثل آقا حمید میاد دو تا تصویر داره، یکی که آقا منصوره که تصویر داره صدا نداره، یکی هم که اصلا تصویر نداره. آقا این چه برنامه‌ایه در که مجموع ولی میشه دیگه 4-5 تا تصویر در برد دیگه داراب جان. نه من اینا تو استادی. ببین ببین رضا جون، میخوای برات بفرستم یه چیزی ازش درست کن. جالب میشه. آره نه من یه دونه به هر حال گزارش باید بدم از این زوم، اون چیزای اضافه میزنیم، ولیکن برای اینکه بعدا
درباره کاری که صحبت کردیم اقلا دوستانی که غایب بودن نظر دوستان رو میشنوند و ما این کار رو ماهی یه بار انجام خواهیم داد انشالله. دوستان کارهایی در ارتباط با هنر تجسمی ما خیلی عقبیم، خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، نه فقط عکاسی و نمیدونم نقاشی و خطاطی و سینما و اینا. اینا بیشتر ما کارمون الان تو موسیقی هست و شعر و ادبیات. کارای تجسمی خیلی فقیره. دوستان کمک کنن یه مقداری این چیزو را بندازیم، چون به نظر من هنرهای تجسمی 75% از فعالیت‌های انسانیه. یعنی اگر بخوایم کارهایی که ما میکنیم از دوربرمون تأثیر میگیریم، 3 برابر گوش، زبان، چشایی یا حسایی دیگه است. نه. از طریق بینایی 75% ما دوربرمون رو منعکس میکنیم، یعنی آرت توش هست. منصور چیزی نوشته. منصور جون چیز مست که نوشته. نوشته که زوم تول رو استفاده کن. زوم چی؟ Which tool is used to enlarge the view of an image. تو همینجا گذاشته. بذار ببینم. شاید تو ببینم. نه پایین تلگرام گذاشته. شاید تو نشد. پایین تلگرامه. تو تلگرامه. اوکی الان نگاه میکنم. داردون زوم طول رو استفاده کن. یعنی چی زوم طول؟ زوم طول. زوم طول. شاید رایی باشه که قبلا استفاده کرد. راست میگه. زوم طول رو باید یادم رفت. چی بود؟ بعدا ازت میپرسم. موقعی که تونستی صحبت کنیم. باشه. خب دوستان خیلی ممنونم، الان دیگه وقتمون رو به اتمامه. رضا جان واقعا حضورت خیلی کمک بود. خواهش می‌کنم عزیزم. خوشحالم که بیشتر کمک کنی. دیروز دیدمت که بهم گفتی که پریروز دیدمت که گفتی که همچین چیزی هست و اصلا جا خالیه تو این مجموعه. ایشون تمام این بردار جورنالیست از آدم های حرفه‌ای این شهر ماست. اختیار داریم چون ازش میخوایم که حتما همراهی بکن. غیر از ایشون آقای خیلی ممنونم، آقای حمید نظری هم یکی از نوادر تو این شهر ماست که کلی کارا برنامه با ایشون خواهیم داشت. امروز قرار بود بیاد، ایشون هم یه عکاس حرفه‌ایه، ولی که یه کارهای دیگه ای هم داریم با ایشون که در آینده انشاءالله رونمایی خواهیم کرد. ممنون از شما دوستان، سعی بکنیم شما کمک کنیم. من یه نفرم دوستان والا کمک احتیاج این تو کارا، کارهای فرهنگی و هنری و ایناست. من خیلی ضعیفم، خیلی احتیاج به کمک های شما دارم. ممنونم. به هر حال شب بخیر. قربان شما. شب همگی بخیر. خیلی خوشحال شدم. قربان شما. خدا نگهدار همگی. خیلی خوشحال. زنده باشید. ممنونم. قربونتون برم. یک دنیا ممنون.